حسنی مبارک پس از 3 دهه اوکراینی بر مصر سقوط کرد و حالا به پای میز محاکمه کشیده شده. معترضان از میدان تحریر به خانه هایشان بازگشتند، اما تنش در این کشور هنوز پایان نگرفته. دوشنبه بیرون آکادمی پلیس قاهره که حالا دادگاه تاریخی مصر در آن برگزار می شود، میدان رویاروی مخالفان و موافقان حسنی مبارک بود. یکی از طرفداران او می گوید به عنوان یک مصری از دیدن رئیس جمهوری خودمان در دادگاه متاسف می شوم. از اینکه رهبر جنگ و رهبر صلح در چنین وضعیتی گرفتار شده است. این توهین به مردم مصر است. به نظر می رسد انقلاب مصر که به سرعت به ثمر نشست، هنوز برای بسیاری پروژه نیمه تمام است. بسیاری خواهان محاکمه سریع مبارک و مقام های ارشد حکومت او هستند. از جمله این شهروند اهل قاهره که میگوید در زمان اعتراض ها وقتی ما بازداشت می شدیم در عرض 24 ساعت ما را دادگاهی می کردند. حالا چرا مبارک تا هنوز مجازات نکردند؟ چرا بعد از 6 ماه او به سزای کارهای خود نرسیده؟ حاکمان نظامی مصر گفته بودند که به مدت 6 ماه بر این کشور حکومت خواهند کرد تا انتخابات برگزار شود. از آن زمان تا کنون 6 ماه گذشت، اما نه انتخاباتی برگزار شد و نه نظامیان از قدرت دست کشیدند.